اشکان صفایی همکارم از تل آویو با ما همراه شده با تازه ترین تحولات از جنگ اسرائیل و حماس. اشکان الناز، نبردها اونطوری که گزارش ها امروز از صبح می اومد، از نیمه شب گذشته و همچنین بامداد امروز در نوار غزه بسیار شدید بوده. بر اساس گزارش ها هم حملات هوایی اسرائیل امروز شدید بوده و هم حملات زمینی و توپخانه. خود ارتش اسرائیل اعلام کرده که نبردهای شدیدی امروز در شهر خان یونس و همچنین در مناطق شرقی خان یونس در جنوب نوار غزه در جریان بوده، که در به گفته ارتش اسرائیل در جریان این نبردها خانه های در واقع تفریحی شماری از رهبران حماس هم تحت کنترل ارتش اسرائیل در اومده، از جمله شخص یحیی سنوار رهبر حماس در نوار غزه. او هم در اونجا یک ویلای تفریحی داشته که او هم به کنترل در واقع ییلاقی میشه گفت داشته که او هم به کنترل ارتش اسرائیل در اومده. ارتش اسرائیل گفته در بین در این خانه ها چندین تونل هم کشف شده. ارتش اسرائیل میگه که هنوز درگیری با شبه نظامیان در این منطقه در جنوب نوار غزه هم ادامه داره، اما ابراز امیدواری کرده که کنترل این منطقه در آینده نزدیک به طور کامل به دست اسرائیل بیفته و از شدت درگیری ها هم در اونجا کم بشه. اتفاق دیگه‌ای که امروز افتاده که حالا به همین شرایط انسانی در نوار غزه هم برمیگرده این هست که بعد از 73 روز دیگه تقریبا، برای اولین بار گذرگاه کرم شالوم که در جنوبی ترین نقطه نوار غزه قرار داره در مرز با اسرائیل و در نزدیکی مرز با مصر، برای اولین بار بازگشایی شد بعد از 73 روز و شماری از کامیون‌های کمک‌های بشردوستانه از طریق این گذرگاه و از اسرائیل وارد نوار غزه شدند. در طول هفته‌های گذشته بارها تمام طرفین، حتی خود اسرائیل گفته بود که گذرگاه رفح دیگه به اندازه کافی گنجایش و ظرفیت رساندن اون کمک‌های انسان دوستانه‌ای که غزه نیازمند اونها هست رو نداره، و به همین دلیل هم بالاخره کابینه اسرائیل پریروز تصمیم گرفت که گذرگاه کرم شالوم رو باز کنه، هرچند که کابینه اسرائیل گفته این فعلا بازگشایی موقت هست تا زمانی که از جمله با کمک آمریکا گذرگاه رفح ظرفیتش افزایش پیدا بکنه، بازسازی بشه و اون وقت اسرائیل بتونه این گذرگاه کرم شالوم رو ببنده. متشکرم از تو. تازه‌ترین ها رو شنیدیم از اشکان صفایی همکارم از تل آویو.